چه می شد اگر سرزمین من رباعی کوچکی بود که تو آن را می خواندی و من در زلال صدایت قایقک گم شده ام را پیدا می کرد؟ چه می شد؟ عرض ادب دارم و احترام خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم، خدمت خداوندگار ایران. خیلی سپاسگزاریم از همه مراحم محبت های شما، همین که ما رو تحمل میفرمایید، همین که هنوز به ما اعتبار میدید، به ما اعتماد میکنید، هنوز ما رو به خونه های خودتون راه میدید، خودش اسباب افتخار. در چند هفته اخیر بحثی داشتیم درباره آرشیو ملی و گفتمان حافظه تاریخی. خیلی این فقط ویژه طبقه کتابخوان و روشنفکر از این قبیل نیست، نه، تقریبا همه ایرانی ها در هر سطحی از سواد که قرار داشته باشن، حتی مردم کوچه و بازار، این سوال براشون مطرحه که پس حافظه تاریخی ما کو؟ چرا این همه اشتباهات رو تکرار میکنیم؟ چرا ما استاد تکرار اشتباه شدیم، تکرار خطا؟ ما مجموعه خبط هایی که در تاریخ مرتکب شدیم بارها و بارها تکرار کردیم. شاید به این علت که ما آرشیو ملی نداریم، یا علاقه ای نداریم، یا این تقریبا سنت شده، فراموش کردن گذشته، نوعی سنته. البته وقتی به تاریخ کهن ایران نگاه میکنیم متوجه میشین نه، قدیمی ها تصدفا خیلی در این زمینه مصر بودن، خیلی در این زمینه مصر بودن که چیزی از خودشون به یادگار بگذارن، حرفهایی رو که باید زد جایی ثبت کنن. نگاه کنید به کوه و کمرهای ایران، در میان کدام ملت این همه وسواس سراغ دارن؟ از مردمانی که سعی داشتند به آیندگان بگن که در دوره اونها چه گذشته، چه مسائلی برای اونها از اهمیت برخوردار بوده، راه رستگاری کدامه، اینا کدام مسیر رو انتخاب کردن، به چه چیز باور داشتن، مجموعه باورهای اونها چی بوده. نگاه کنید به آثار بازمانده از روزگاران قدیم، همه کوها رو بته کرد، با خطوط مختلف از جمله خط میخی سعی کردن که پیغام هاشون رو به ما برسونن، تا حد زیادی موفق شدن. چشمنداز گذشته هایتون امروز در برابر ماست، در حالی که ما ممکنه حتی در مورد تاریخ معاصر هنوز با بسیاری ابهامات روبرو باشیم، یا هنوز بسیاری از مسائل برای ما مجهول باشه. میگم پس این سنت از گذشته به ما نرسیده، این مربوط به دوران بعد از حمله اعراب. نگاه بکنید به خاطرات برخی از شخصشناسا که به ایران آمد، یا تشریف ببرید به تخت جمشید، نگاه کنید به نقوش بر این سنگ ها و مجموعه کتیبه ها، هر جا پرشی دیدید خوب دقت کنید، متوجه میشید که به یکی از سرگرمی ها در دوره قاجار، سرگرمی حکام محلی و نیروهای قاجاری که از کنار تخت جمشید عبور میکردن این بوده که سری به اونجا بزنن و این نقوش رو هدف قرار بدن، هدف تیراندازی، به هم مسابقه بدن. بینی یکی رو زدن، چشم یکی رو هدف قرار دادن، یا برخی از سنگ نوشته ها رو سعی کردن که به ضربه گلوله تخریب بکنن و لذت ببرن از این بازی. پس اینا همه سنت های متأخره و بود به گذشته های دور نیست که نسل به نسل به ما رسیده باشه، نه، گذشته ها خیلی اهمیت دادن به حفظ یادمان هایی که میبایستی اونها رو نگاهبانی کرد و از خاطر دور نکرد، مخصوصا ارزش هایی که در روزگاران مطرح و یا بر جامعه حاکم بوده. واقعا سنگ نوشته ها، کتیبه ها، چه در کرمانشاه چه در فارس، چه به فیروزآباد، کوه به کوه، یا در نتیجه که برمدلک در استان فارس در نزدیکی شیراز، یا نقش رستم، یا در
قازرون دامنه کوه رو باید بگیرید بالا بیرید برسید به قاری. وقتی وارد قار میشید اون وقت متوجه میشید که اینجا در یکی از اون یادمان ها نگاهبانی میشه، حفظ میشه، یا مجموعه آثار مکتوب نوشته شده از اهداف و اندیشه های ایرانی در همین کانال سوئز در مصر باستان کتاب امروز هم نگاهداری شد و نگاهبانی شد. و ایرانی ها تصادفا در سنتشون این موضوع خیلی حائز اهمیت بوده، داشتن آرشیو ملی، نگاهبانی همه آثار ارزشمند یا تکیه بر ارزش هایی که باید ماندگار باشند و کسی حق نداره که اونها را از صحنه زندگی ایرانی ها حذف بکنه یا دور کنه. همین چند سال پیش یکی از خواجه های سرشناس ایرانی، شخصیت خیر، آقای محمود خیر، در این لس آنجلس می‌خواستن یه خانه ایران ایجاد بکنن و اون رو در اختیار ایرانی های این شهر قرار بدن، ما اینکه خودشون ساکن اینجا نبود به فکر افتاده بودن که این کار حتما انجام بشه. دو کار ایشون می‌خواست بکنه، یکی این بود، یکی هم اینکه مجموعه آثاری رو که تا یک خریداری کرده بود از گالری های مختلف یا در حراج های مختلف و متاسفانه اغلب این آثار گرانقدر از ایران آمده بود، به سرقت رفته بود و آمده بود و در بیرون اینا قرار بود که توسط کلکسیونرهای بزرگ غیر ایرانی خریداری بشه. ایشون و چند تن محدود بودن که با سرمایه گذاری های کلان سعی میکردن این آثار رو حفظ بکنن و دوباره به ایران برگردونن و قرار بود مجموعه این آثار در اختیار دانشگاه UCLA قرار بگیره. گفتگوهایی هم صورت گرفت، قرار شد در 13 تالار این آثار نگهداری بشه. فکر کنید از چه حجم این آثار ارزشمند تاریخی برخوردار بود. خب اون خانه ایران از محلی پیدا شد، یه سینما بود، یه سینما در خیابان ویلشر نزدیک خیابان معروف لاسیه نگاه، یک سینمای قدیمی، جای مناسبی بود، سینما بود، سالن داشت، یک بخشی داشت که میشد از عنوان کتابخانه ازش استفاده کرد، یادم میاد کتابخانه ایجاد کرد، اتاقهایی داشت که خب میشد اونجا رو کرد اتاق میزبانی از ایرانی هایی که در روز میمدن به این مرکز سری میزدن که با هم مینشستن، کتاب میخواندن، روزنامه، قهوهی مینوشیدن، با هم دیدار میداشتن، یا اگر سخنرانی هایی بود در اینجا صورت میگیرد، سخنرانی هایی درباره ایران، یا اگر سمینار هایی دیگه، ایرانی ها ناچار نشن به اینجا اونجا سر بزنن و مشکل داشته باشن از نظر تامین هزینه، جایی باشه که به رایگان در اختیار اونها باشه، اونها اگر جلسه ای داشتن، سخنرانی داشتن، و در ضمن جایی باشه باز برای خانواده های جوان مسمد و بی‌بضاعت، بیشتر دانشجوها که وقتی میخوان ازدواج بکنن دیگه اینقدر مشکل نداشته باشن از بابت تهیه سالن و تالار عروسی، یا جایی باشه که به رایگان در اختیار اونها باشه و اینها بتونن مثلا مراسم عروسیشون و عقدشون رو اینجا برگزار بکنن، یا اگر جلساتی هست که باید اینها با هم جلسات علمی بشه از این محل استفاده. فکر فوق‌العاده‌ای، خیلی انسانی، خیلی میهن پرستانه و در جهت منافع ما ایرانی هایی که در این گوشه از دنیا زندگی میکردیم و همیشه از این بابت دچار مصیبت و مشکل، مثلا بچه های تئاتر که خیلی مشکل دارن در این زمین، وقتی قراره که اثری رو به صحنه ببرن و باید جایی رو اجاره بکنن، اجاره هم بسیار سنگینه، در نتیجه بردن کارهای ارزشمند بر صحنه که تصادفا تماشا چیز زیادی هم نداره اصلا صف نمیکنه. خود نبود تالار طبیعتا در زوال تئاتر جدی در این شهر نقش مهمی داشت، خیلی نقش مهم معروض معلوم شد که این سینما سینمای تاریخی است، هیستوریکال مووی، دست نمیشه به این سمت، شما حق نداری دست به ترکیب
این سالن و اجزایش بذارید. این سالن دیگه یه سالن سینمای معمولی نیست، آجر به آجر تاریخه. تمام این نیمکت ها که در سالن سینما وجود داشت، اینا همه جزء تاریخ این شهر محسوب میشه. خب یه سینما مثلا ممکن قدمتش چقدر باشه؟ 70 سال، 80 سال، حتی اکثر. ولی دیگه قانون دور این سینما یا این چالان دیوار کشیده بود و ازش حفاظت میکرد با دقت تمام. خدا نکنه کسی اشتباه بکنه و دست تعرض به سوی این مجموعه تاریخی دراز بکنه. اینقدر اینا اهمیت میدن. یا آقای دلیجانی که یکی از میدانهای این شهر هم اسمشه، همین چند مدت پیشم گذاشت به سفر جاودانگی رفت. شخصیت خیلی بود، کارهای انجام داد برای این شهر در جهت حفظ نام ایران و اشاعه فرهنگ ایران، واقعا دست مریضان. اینقدر از این کارها، از این مجموعه کارهای خیر انجام داد در این شهر که یک میدان رو به نام او کرد، میدان دلیشان. خب ایشون یک سینما داشت، یک سینما خریداری کرده بود در داونتاون لس آنجلس. اون سینما هم تاریخی بود. جالبه پرده اون سینما، پردش به تنهایی، پرده یعنی در واقع پرده که میره کنار و شما اکران سینما رو در برابر، یعنی اون صفحه سفید رو، این پرده قیمتش 20 میلیون دلاره یا 20 میلیون دلار قیمت پیدا کرد. چرا؟ تاریخی است. تاریخی است. فکر کنی تمام جهان باید ایرانی ها رو ملامت بکنه از بابت تعرض به فضای تاریخی شهری مثل اصفهان. مسئولین این شهر کاری بکنن که باعث نگرانی مسئولان یونسکو بشه. چرا؟ چون اونها شهر اصفهان رو میراث بشری قلمداد کردن. دیگه فقط به اینانی ها تعلق نداره، به تمام بشریت تعلق داره. این دو نگرشه، دو ملت به این یادمانهای تاریخی یا آرشیو ملی یا حافظه یا چیزی که ما بهش اسمش میذاریم حافظه، این تفاوت. و نگاهی که اینها دارن به شخصیت‌های خودشون. چند سال پیش بنده اتفاق آقای پسیا رفتم به شهری به نام ژیورنه. ژیورنه شهری است در فاصله اندکی از پاریس قرار داره، مثل روستاست، مثل روستا که واقعا خب میگم همه یادگارها و یادمانهای تاریخیش کماکان بر جا هستن. کسی در تعرض به سوی اونها دراز نکرده. حتی عرض کردم در دوره دوگل این گرد و غباری که روی دیوارهای شانزلی نشسته بود، اینها هم به عنوان تاریخ قلم داد می شد. می گفتن ما حق نداریم اینها رو تمیز بکنیم. این بخشی از تاریخه. ولی می گفتن آخه اینجای خیابان توریستی است و می تونه خب در آینده خیلی از نظر به اصطلاح از نظر توریسم در جهت تامین منافع اقتصادی فرانسه باشه. این که ناگزیر اونجاها رنگ کردن، در دیوارش رو رنگ کردن، رنگ سفید کردن، رفت و قانون شد. تازه تصفیه قانون این غبارشویی صورت گرفت. حتی غبار هم، غباری که بر دیوارها نشسته بود، دودی که این جدارها و دیوارها رو گرفته بود، با این به اصطلاح رسوبات تاریخ به حساب می آمد، نه هیچ امر زائد. نه برو اینه نگاه های دو ملت به یادمانهای خودش، گذشته های خودش و مجموعه شباهتی که از تاریخ به جا بود. میگم ایرانی ها در این زمینه وسواس هم داشتن در دوره ایران باستان. متاسفانه دوران بعده که به تدریج این سنت ارجمند از بین میره. برعکس چی سنت میشه؟ بی‌اعتنایی به تاریخ. تا جایی که امروز حتی مردم عامی، مردم کوچه و بازار هم
دارن خودشونو لعنت میکنن که چرا حافظه تاریخی ندارن، چرا اینقدر به سرعت گذشته رو از یاد میبرن، چرا این همه اشتباهات رو تکرار میکنن. به هر حال ما رفتیم به ژیورنه، به دیدن کی؟ به دیدن آقای کلود مونه. کلود مونه کیه؟ یکی از نقاشان بزرگ فرانسه است، پدر امپرسیونیست. واقعا کالا جالبه، مطمئنم که شما کار درخشان او رو دیدید و پسندیدید. ما حالا یک ایرانی چشمش به این تابلو بیفته و سحر نشه، محصور به این اثر حیرتبار نگاه نکنه، مسحور میشه در برابرش. اون چیه؟ اون لیلی آبی است، باتل لیلیز یا نیلوفر آبی. حالا توی تصویر هم میبینید، یکی از آثار درخشان است. خب ما رفتیم اونجا، وارد خانه کلود مونه شدیم. او شخصیتی که دیگه دهه هاست با دنیا خداحافظی کرده و نیست، فقط آثارش به جاست. ولی وقتی وارد این خونه میشید، به اتاقاش سر میکشید، انگاری کلود مونه همین 10 دقیقه پیش گذاشته رفته سر خیابون قهوه بخوره و برگرد. ده دقیقه پیش رفته حالا برگرد، همه چیز سر جاش، تخت خوابو، روکش ها، صندلی ها، میز، ابزاری که ازش استفاده میکرد. وقتی وارد باغ میشید به همین ترتیب، همه چیز سر جای خودش، عکس ها، تصویر ها، اون برکه آبی که او کنارش نشست و نیلوفرهای آبی رو نقاشی کرد، همه به سیاق همون دوران حفاظت و نگهداری میشد. حتی فکر میکنید که اینها علف ها رو هم به همون سیاق گذشته دارن حفظ میکنن، علف های هرز، علف های هرز رو هم به همون دوره‌ای که کلود مونه حیات داشت و در این خانه زندگی میکرد، بخشی از عمرش رو در این خانه گذرون. حیرت میکنه، ما فکر کردیم وقتی میرسیم اونجا تنها هستیم، تنها میریم به دیداری بعد صفحه عظیمی از مردمانی که از گوش و کنار دنیا آمدن تا خانه مونه رو ببینن، کلود مونه، لحظه ای در این خانه چرخ بزنن، توی باغش قدم بزنن، از روی پل چوبی عبور بکنن، نیلوفرهای آبی رو ببینن که همون سیاق و همون وضعیتی که شما در تابلوها میبینید حفظ شد به طور طبیعی. ما ببینید که ما با فرزندان این سرزمین و مملکت چه کردیم، با فرزندان بزرگ این مملکت، با علی دشتی چه کردیم در انقلاب، با پرویز ناتله خاندری، با فروزانفر چه کار کردیم؟ قبرش رو فروختیم، جمعی که روزی روزگاری نبش قبر کردیم، عبدالرحمن جامی رو از قبر بیرون کشیدیم به همون سیاه، با رضا شاه چه کردیم؟ یک چهره تاریخی بود، قبرش رو تخریب کرد. ما باید شرمنده باشیم از این همه جفایی که به خودمون میکنیم. با شاملو چه کردیم؟ بس در گذشتش بارها رفتیم به قبرستان، سنگ قبر رو شکستیم یا سنگ قبر شمار زیادی از شعرا، نویسندگان و شخصیت های معروف و نامداری من بکرد، حتی از سنگ قبر اونها هم نگذشتیم. یکی از کارهای بد و شنی و بدعتی که به نظرم ماندگاره در دوره آقای علی لاریجانی در تلویزیون ملی ایران صورت گرفت، صدا و سیما صورت گرفت، دیگه یه فیلم برای چی؟ برای پرونده سازی علیه فرزندان بزرگ نامدار و خدمتگزار این مملکت، مثل آقای احسان یاشاته، جلال متینی، فرق نمیکنه بقیه شمار زیادی از روشنفکران و بزرگان و اندیشمندان این مملکت، انگاری دستگاهی آمده بر سر کار که میخواد سیستم تفکر گذشته رو کاملا محو و نابود بکنه. بالاخره اینا شخصیت های فکور روزگار ما بود، برخی رو کشتیم، برخی رو به سیاهچال انداختیم، باعث مرگ شمار زیادی از اونها شدیم، ادهی رو دقمر کردیم، ادهی رو واداره به مهاجرت اجباری کردیم، برای عده‌ای مثل زرینکوب پرونده ساختیم،
پرونده ماسونی، پرونده های سیاسی، برای عده‌ای پرونده های جنسی درست کردیم. عجیبه. گروهی وابسته کردیم به این دولت و اون دولت خارجی. هر بلایی که از دست ما برآمد بر سر این قشر فقیر فرود آمد. ما چند ما باید واقعا شرمنده باشیم از بابت اتفاقاتی که افتاده. حیرت‌باره. کدام ملتی سراغ دارید با فرزندان نجیب و بزرگ خودش چنین بکنه، چنین رفتاری داشته باشه، رفتار شنی علیه اونها فیلم تهیه کنه، فیلم های دروغین بسازه، به عنوان فیلم مستند از تلویزیون پخش بکنه. کسانی که بزرگترین جرمشون ایران خواهی بوده، بزرگترین جرمشون هواداری از فرهنگ ایران بوده، در جهت حفظش تلاش کردن، در جهت گسترشش، توجیه ارزش‌هاش. و همه هم در محافل علمی جهان، آکادمی های خیلی متنفذ و معتبر هم صاحب آوازند، هم اونها رو ارج میدن. گمان که بعد از انقلاب وقتی اونها برخی از اونها ناچار به تبعید شدن، در همه جا قدمشون روی چشم بود، برای اونها فرش قرمز بلند کردن، اونها رو در صدر دانشگاه های دنیا جا دادن. اما با اونها چه کردیم؟ علیه اونها فیلم ساختیم، پرونده سازی کردیم، سعی کردیم دستگاه تفکر گذشته از کار بندازیم. میخواستیم ایران رو فاقد ماشین تفکر بکنیم و فکر کردیم باید با اینها شروع کرد. اینهایی که از گذشته ایران سخن میگن، اینهایی که درباره ایران تحقیق کردن، تألیفاتی دارن، تألیفات ارزشمندی دارن. بسیاری از شخص‌شناسا ایران رو به نام اینها میشناسن، با آثار اینها، با مبانی اندیشه و تفکر در ایران آشنا شدن، با تاریخ گذشته و ارزش‌ها و سنت‌های گذشته و دوره عدم تفکر شروع شد یا خلع در فکر. همه رفتن، آدمای متفکر رفتن کنار. چی کسانی قدرت مدار شدن، که سسانی زمام اختیار قدرت اون مملکت رو در اختیار گرفتن، کسانی که چیز زیادی از ایران نمیدونستن، سواد کافی نداشتن، سعی کردن که حالا برای اینها کسب اعتبار علمی بکنن. نماینده ها و دلال های همه مؤسسات نازل دنیا آمده بودن به ایران تا مدرک دکترا صادر بکنن، فوق لیسانس بدن، لیسانس بدن. دفتر نمایندگی دایر کرد یکی از دانشگاه ها که در اقیانوس آرام هم هست، خیلی معروف، دفتر نمایندگی در ایران ایجاد کرده بود برای دادن درجه دکترا. بکنید کسانی که به طور طبیعی پیشی داشتن، شهرتی داشتن در کار و تخصص خودشون، آدمایی بودن که واقعا فرهنگ ایران رو زیر و بمش رو، فراز و فرودش رو میشناختن، کوچه پس کوچه‌هاش رو در اونجا زندگی کرد، در فلات فرهنگ ایران زندگی کرده بودن از دیرباز. و اونجا که وقتی نماینده روزنامه اطلاعات برای اولین بار کیهان بود، مصاحبه کرد با پرویز ناتل خانداری، یعنی شجاعت کردن یه مصاحبه با این شخصیت بزرگ انجام دادن که مدتی بعد هم درگذشت. اولین سوال خبرنگاریمون که شما چند سالتون؟ گفت من 2500 سال عمرم. راست میگو. او مزاح نکرد. عمر گرانمایه پرویز ناتل خانداری 2500 سال بود. جمعی که عمر ده خدا هم همین، عمر علی دشتی هم، فروزانفر هم همینطور، ملک و شعرهای بهار هم همینطور. و ما چه بلاهایی بر سر یک نسل از متفکران ایرانی آوردیم که اونا حتی در خارج هم احساس آرامش نمی کردن، احساس امنی کردن، مثل مهدی بهار. در ایران من به خاطرم هست تو خونش نشسته بود که افراد مسلح، مهدی بهار نویسنده میراثخوار استعمار، شخصیت نازنین، شیفته و عاشق میهن و سرزمین خودش. خب کاری که او کرده بود این که انقلاب اسلامی رو پیشاپیش هشدار داد، ما رو برحذر داشت از پذیرش
دولت مذهبی. خب وقتی انقلابیون بر سر کار آمدن و قرار بر این شد که دستگاه تفکر گذشته، حالا هر کس که در این دستگاه جای و مکان و مسندی داشت، همه رو تخریب بکنن و از بین ببرن، او هم در زمره این شخصیت ها بود. تو خودن ششسته مردان مسلح ریختن اگر سرعت عمل به خرج نداده بود، یعنی از دریچه نپریده بود پایین و از یک کوچه باریک بره دور بشه از محل مسکونی و بعد از مملکت خارج بشه بیاد بره به کانادا، قطعا کشته بودنش. علی دشتی وقتی در بیمارستان زندان بود به یک پزشکی که او رو شناخته بود التماس کرد، وقتی گفت آقای علی دشتی شما اینجا چه کار میکنی؟ گفت پسرم من نمیشناسی. گفت بله چطور ممکنه من علی دشتی رو نشناسم؟ گفت که چیزی بده من خودم بمیرم، منو بکش. ببینید چه بلایی بر سر یه پیر مرد فرهنگ مدار، ادیب، متفکر، صاحب اندیشه، صاحب فلسفه بیارند که آرزوی مرگ بکنی از دیگران بخواد که جونش رو بگیرن چون وسیله‌ای در اختیارش نبوده. چه بلایی بر سر کسانی آوردیم که واقعا به این مملکت و به این سرزمین خدمت کرده بود. چی جای اونها رو گرفت؟ چه چند سانی؟ افرادی که از تفکر بهره‌ای نداشتن. شاید به همین علت این همه دشمنی پیدا کرد نسبت به افرادی که در قلمرو تفکر هم صاحب نفوذ بودن، صاحب نام بودن، صاحب اعتبار بودن، شاگردانی داشتن که اونا سعی میکردن راه استادهای خودشون رو دنبال بکنن. شاگردان. فکر میکنم داریم به دقایق پایانی برنامه میرسیم. چشم هم میزنیم تمام میشه دیگه. رو خواهید بخشید. بر روی همینانم صحبت از آرشیو لیست حافظه ملی، فکر کنم این جیورنه رو به شما بگم، شهری که محل سکونت کلود بونه بود و خانه او و حفظ این خانه در اینجا الان شما زیاد ببینید در همین لس آنجلس. بالاخره لس آنجلس شهر باستانی که نیستش، که شهریش که عمر چندانی نداره. قدیمی ترین خانه هایی که تو این شهر ممکنه ببینید، ممکنه 100 سال 110 سال، ولی اغلب بناهای مسکونی بین 70 تا 80 سال بناهای قدیمی از عمرشون میگذره. این شهر جدیده، شهر جدید و تأسیسه، ولی شمار زیادی از بناها هستن که با عنوان بناهای هیستوریکال شناخته میشن. بسیاری از سینماها، بسیاری از کوچه ها، بسیاری از میدان ها کسی حق تعرض به اونها رو نداره، حق تعدی به اونها رو نداره. ما تازه مسئولانی داریم. اگه مردم نبودن نمیدونم چی میشد. اگه مردم اصفهان نبودن من نمیدونم چه بلایی بر سر اصفهان میامد، چون قرار بود که مجموعه آثار ابنیه قدیمی تخریب بشن، جاش برج و ساختمان های جدید آسمان خراش پدید بیاد برای فروش، برای عرضه. خوشبختانه در همون مرحله نخست وقتی که بنای ایجاد شد که به فضای تاریخی اصفهان لطمه زد و فریاد یونسکو به آسمان رفت، تازه این عملیات فروش تاریخ اصفهان متوقف شد. و یعنی اینا تمام اصفهان رو تخریب میکردن چون ارزشی قائل نیستن برای آثار تاریخی. چی درست میکنن؟ سعی میکنن که امامزاده تولید کنم بسازم. یکی از امامزاده های جالبی، امامزاده در سبزوار، یادم باشه یه دفعه راجبش صحبت بکنیم، خیلی جالب، تاریخش مشخصه، در چه نشون میده که چه وسواسی وجود داره در بین ادهی که چیزهایی رو به عنوان تاریخ به ما تحمیل، نمیگم حقره، تحمیل بکنه. خدافظی میکنم همه شما امیران عزیزم، تا دیدار دیگر، گفتگویی دیگر.